سلام. بالاخره قسمت هفتم. امروز توی فضای متفاوت در خدمتتون هستم. جلسات قبل رو از کلینیک مشهد در خدمتتون بودیم برای ویدیوها. امروز یزد هستم و توی لابراتوار کلینیک یزد با شما برای ضبط ویدیوی هفتم. برای اینکه مرور کوتاه بکنیم رو مسیری که طی کردیم، ما در خصوص اجزای چرخه دندانپزشکی دیجیتال صحبت کردیم جلسه اول رو. بعد از اون دو نوبت در خصوص اسکنرها تقریبا به تفصیل صحبت داشتیم، در خصوص انتخاب اسکنرها و مشخصاتشون، و بعد از اون یه جلسه در مورد کامپیوتر اید دیزاین مرحله CAD صحبت داشتیم. دو تا از کاربردهای حالا ویژه‌ترش رو، اسمایل دیزاین که امید عمومی‌تر هست و طراحی سرجیکال گاید که امید تخصصی‌تر هست رو سعی کردم که توی دو تا ویدیو مستقل بهش بپردازم، که خب حتما تا به حال دیدید، یا اگر ندید دعوت می‌کنم حتما برگردید و ببینید. و الان می‌خوام بپردازیم به گام سوم، مرحله سوم از چرخه، اون مرحله‌ای که مانیفکتچرینگ رو می‌خوایم انجام بدیم. این مرحله رو ما با کمک از پرینترهای سه‌بعدی و یا با کمک گرفتن از میلینگ ماشین‌ها به انجام می‌رسونیم، که ترجیح من این هست این دو تا مبحث رو توی دو تا پارت جدا ضبط بکنم. امروز به تفصیل می‌خوام در مورد میلینگ ماشین و خصوصیاتش با هم صحبت بشیم. ما تو مرحله مانیفکتچرینگ بناست محصولی رو که تو مرحله قبل تو مرحله دیزاین طراحیش رو انجام دادیم، حالا یه محصول فیزیکیه که ممکنه یه فک کسته در واقع پرینتی باشه که بخواد پرینشه، ممکنه یه ساختار پروتزی باشه که بناس میل شه، یا بناس به طور مثال یه محصول اسمایل دیزاین باشه که باز بناس با 3D پرینتینگ براش آماده سازی داشته باشه. ما با دو روش سابترکتیو و ادیتیو بناس محصولمون رو تولید بکنیم. تو روش سابترکتیو یه دیسک یا بلانک توپور داریم که طراحیمون رو داخل نرم افزار جایگذاری می‌کنیم داخل این دیسک و بعد داخل دستگاه میلینگ قرار می‌گیره این دیسک. مجموعه فرزهای میلینگ این محصول رو می‌تراشن تا نهایتاً برسن به محصول خروجی نهاییمون که مثلا ممکنه یه بریج PMA باشه. در مقابل روش ادیتیو رو داریم که توی روش ادیتیو ما محصول نهاییمون مثل این کستی که پرینت شده به صورت لایه لایه و به صورت ادیتیو ریخته میشه تا نهایتاً برسه به محصول نهایی. خب این دو تا روش کاملاً ماهیتاً متفاوتن. محدودیت ها و مزایای خاص خودشون رو هم دارن که فکر میکنم با دیدن ویدیوی امروز و ویدیوی جلسه بعد یه دیده خیلی جامعی رو پیدا بکنید نسبت به هر کدوم از این دو تا ابزار و محدودیت ها و امکاناتشون. امروز بناست به روش سابترکتیو بپردازیم، روشی که بناست از دل یه دیسک یا از دل یه بلاک کوچک یه محصول تراش برای انجام بده میلینگ، محصولی که ممکنه یه کار تک دندان یا اینلی یا آنلی سرامیک باشه یا لامینیت باشه یا به طور مثال یه ریج فول آناتومی باشه از PMMA یا از زیرکانیوم مولتی لایر، یا یه فریمورکی باشه از زیرکانیوم که بناس تکنیشن روش پودگذاری رو به انجام برسونه. خب این تراش رو میلینگ ها از اونجایی که دقیقا مشابه CNC های صنعتی هستن با یه مجموعه فرز انجام میدن. این مجموعه فرز ها بسته به متریالی که شما میخواید باشون کار بکنید خصوصیتشون با هم متفاوته. ما فرزهایی که برای تراش PMA داریم متفاوت هستن با فرزهایی که برای تراش زیرکانی ها داریم، و باز متقابلا اون مجموع فرزهایی که برای تراش گلاس سرامیکا استفاده میکنیم هم باز ماهیتا متفاوتن با فرزهای قبلی. این مجموع فرز رو داخل دستگاه ما جایگذاری میکنیم. معمولا یه سری هولدر داره هر میلینگ که مجموع فرزهامون رو با توالی مشخص داخلش قرار میدیم. معمولا کالر کد هستن فرزهای تراش زیرکانیوم، تراش در واقع خشک، و فرزهای تراش وت یا تراش مرطوب رو ما داریم که برای گلاس سرامیکا و پی ام ای استفاده میکنیم. پس ما تراشمون ممکنه متفاوت باشه. بیایم بپردازیم به تفاوت ها. ما بعضی از میلینگ ها رو داریم که به عنوان میلینگ های درای میشناسیمشون. تراش رو خشک انجام میدن بدون نیاز به ایریگیشن. معمولا متریال هایی که سافت هستن مثل زیرکانیومی که سینتر نشده یا مثل دیسکای سینترون، کروم کوبالت های در واقع سافت متال ها، اینا عموماً متریال هایی هستن که ما برای تراششون نیاز به شستشو نداریم، به طب تراششون به شکل درای انجام میگیره.
اما بعضی از دستگاه ها رو داریم ما به عنوان دستگاه های ویت میشناسیمشون، دستگاه هایی که نیازمند ایریگیشن هستن حین تراش محصول، و معمولا شما دیسک هایی که برای پی ام ای هست، برای روکش های موقت هست، یا بلاک های گلاس سرامیک هامون رو تماما به شکل ویت تراششون رو برای اون دستگاه انجام میده. و خب گاهی اوقات شما دستگاهی که تهیه میکنید محدود ممکنه فقط تراش درای یا فقط تراش ویت رو انجام بده. در مقابل دستگاه های دیگری رو هم داریم که به شکل دوال ممکنه ویت و درای براتون تراش رو انجام بدن، گرچه حالا تو چنج کردن سیکل ویت و درای ممکنه الزامات یا ملاحظاتی مد نظرتون باشه، اما دستگاه پتانسیل اینو داره که براتون هم تراش درای و هم تراش ویت رو به انجام برسونه، که حالا بعد در کنار دستگاه با تفصیل بیشتر در مورد صحبت میکنیم. تو سیستم سیرونا ما نرم‌افزار این لب رو داریم که این لب طراحی رو باش انجام میدادیم، و این لب کم رو داریم که نرم‌افزاری هست که اختصاصا کارش مرحله طراحی هست. نرم‌افزار رو باز میکنم، یه مقدار آشنا شید با پلتفرمی که باش مواجه بنس باشیم، و ببینیم چطور اون محصول رو ما معرفی میکنیم و منتقلش میکنیم نهتن به دستگاه میلینگ برای پروداکشن. این نمای اولی است. وقتی باز میکنیم نرم افزار رو، مجموعه دیسک ها و بلانک هایی که الان فعال هست و اکتیو هست معرفی شده به سیستم رو دارید میبینید. من رو هر کدوم از اینا کلیک بکنم میتونم یه پریویو ازش داشته باشم. این دیسک که من اینجا دارم پریویوشو میبینم یه چنین دیسکیه. اینا کالر کدن، مثلا دیسک های قرمز دیسک های پی ام ام ای هستن که تراششون تراش ویت هست. دیسک هایی که اینجا به رنگ زرد نمایش داده شده دیسک های زیرکانیوم هست، دیسک هایی که خب تراششون تراش درای هست. اینجا برسه این پریویو من کاری که الان میخوام میل بکنم رو باید بیام و یکی از این دیسک ها رو انتخاب بکنم. اینا شماره گذاری شده، اینجا من همشون رو دارم، رو بعضیشون قبلا کار میل شده، رو بعضیشون خب هنوز اصلا معرفی نشدن و هنوز تراشی روشون تا به حال انجام نشده. در نظر بگیرید من رو این دیسک میتونم تقریبا 25 تا 30 واحد بعضن کار رو بچینم، کار تگ واحد رو، یا میتونم دو تا کار فول ماست رو توی این به نوعی جایگذاری بکنم و باز در کنارش یه سری کار تکواری هم بچینم. قطعا این شکل کار باعث میشه به شکل اقتصادی بتونید تعداد کار بیشتری به انجام برسونید، و این پریویو کمک میکنه دید داشته باشید که الان این کاری که میخوایم انجام بدم رو با توجه بزرگیش تو کدوم یکی از این دیسک ها میتونم مناسب جایگذاری بکنم. حالا من میرم روی نیو جاب. یکی از کارهایی که قبلا اینجا بوده رو اجازه بدین من باز بکنم. حالا کارهای زیادی رو الان داریم که میشه در موردشون صحبت کرد. هر کدوم که من باز بکنم کنارش یه پریویو وجود داره ازش. مثلا اینجا یه کار دو واحدی هست که یه بریج دو واحدی پی ام ای هست. این کار رو بیام انتخاب بکنیم. در نظر بگید من این کار رو که دیزاینش رو انجام دادم و به شکل فول آناتومی دیزاین شده برای تراش پی ام ای یا روکش موقت، میخوام میلینگش رو انجام بدم. گام بعدی چی هست؟ گام بعدی اینه که برای این کار دو واحدی بیام و یه دیسک انتخاب بکنم. بین دیسکایی که اینجا وجود داره، دیسکای پی ام ای که اینجا وجود داره، یه دونش رو بعد سلکت بکنم و ببینم آیا جا میگیره کارم داخل این دیسک یا نه. سلکتش میکنم و حالا میتونم پریویو کار رو ببینم. این پریویو شما میتونید جایگذاریتون رو متناسب با نیازتون عوض بکنید. اگر نیاز پوزیشنینگتون عوض بشه میتونید به راحتی اینجا بیاید و رستوریشنتون رو پوزیشنینگش رو عوض بکنید. مثلا من برای اینکه پرت کمتری داشته باشه دیسکم ممکنه اینو بیام اینجا جا بدم، یا ممکنه بیام تو این زاویه قرارش بدم. تلاش این هست که به شکلی جایگذاری رو انجام بدیم که کمترین پرت رو از دیسک ما توی این مرحله داشته باشیم. حالا همزمان امکان اینو دارید که تو بعد عمودی ببینیدش، میتونید روتیشن بهش بدید و تو جهات مختلف جایگذاریتون رو چک بکنید. اگه تایید شد میرید وارد مرحله بعدی میشید. تو این مرحله شما پوزیشنینگ اسپروهاتون رو تعیین میکنید. ببینید این دیسک تا لحظه آخر تراش متصل باید بمونه به بدنه اصلی دیسک، یعنی وقتی داره تراشش انجام میگیره این اسپروها تا پایان کار باقی میمونه و نهایتاً بعد از اینکه میلینگ تمام شد شما اون اسپروها رو خودتون دستی میاد و قطع میکنید. تا
تعداد این اسپروها رو و موقعیت قرارگیریشون رو میتونید خودتون مودیفای بکنید اگر نیاز هست، یا اگر همین فرم پیش فرض مناسبه که وارد استپ بعدی میشید. خب تو این استپ بعد دیسک رو میبینید که داخل هولدر قرار گرفته. حالا هولدر رو بعد خواهیم دید و اینجا یه هیستوری از دیسک رو بهتون میتونه نمایش بده. هر دیسک وقتی به سیستم معرفی میشه یه هیستوری خواهد داشت تا زمانی که شما دیگه اینو کلن از رده خارج کنید و کلش تراش بخوره. من روی این دیسکی که الان سلک کردم روی سیستم یه کار قبلا میل شده، یه بریج کامل رو اینجا میبینیم که میل شده. این بریج قبلیه که اولین کاریه که از این دیسک تراشش انجام شده و من الان کار جدید رو بهش معرفی کردم، این بریج دو واحدی. این دوتا کاری که روی این دیسک تا به حال طراحیش انجام شده برای اینکه میلینگ براش به انجام برسه. این هیستوری کمک میکنه که بدونید هر دیسکتون چند تا کار تا به حال ازش تهیه شده و در واقع یه آنالیزی میتونید از دیسکتون داشته باشید. و با این توصیف اگر دیگه شرایطتون شرایط مناسبتون هست میید و وارد مرحله بعدتون میشید. تو دامه بعد شما بناست که فرز هاتون رو انتخاب بکنید و چکشون بکنید. یه کار پی ام ای دارید، کالر کد قرمز هست پی ام ای روی این سیستم، فرز هاش فرزای قرمزه و بعد فرزها رو چک بکنید. ببینید فرزها رو وقتی شما دارید باهاش کار رو استارت میزنید به طور معمول بعد از یه مدتی هر فرز ممکنه مستهلک شه. این فرز که مستهلک میشه خب بعد از یه مدت بعد از رده خارج شه. سیستم به صورت پیش‌فرض وقتی شما یه فرز جدید رو روی هولدر قرار میدید میاد و روی نرم افزار هم اون فرز رو صفر میکنید. وقتی صفر میکنید در واقع میاد فرز رو 100% میکنه برای شما، یه فرز نو میشناسه سیستم این فرز رو و بعد بر اساس تعداد تراشی که انجام میده به شکل اتومات خود نرم افزار اون سایندگی رو و اون کفایت فرز رو عددش رو کم میکنه. به مرور شما فرزتون از 100% شروع شده و مثلا تو اسلات 6 الان یه فرز گلاسرامیکی دارید که فقط 43% باقی مانده است. به طور معمول هولش 25-20% که میرسه دیگه به شما هینت میده که لازم فرز رو عوض بکنید و نیاز هست در واقع فرز تعویض بشه. این مرحله فرزها رو چک میکنید و اگر همه چیز مناسبه دستگاه آماده است برای اینکه میلینگ رو استارت بزنه و کارو میفرستن برای میلینگ. گرچه الان من چون دیسک رو نذاشتم روی دستگاه خب قطعا توی این مرحله ارور داریم، ولی اگه دیسک اونجا موجود باشه دیگه الان جاب رو شروع میکنه و تراش رو سیستم برای شما استارت میزنه. خب من اینجا استاپش میکنم. این روندی که با هم دیدیم چه برای کار تکواری چه برای کار وسیع همین مسیریه که برای هر کدوم از کاراتون شما روزانه طی میکنید. طی یک روز توی کلینیک ممکنه 10 تا دونه کار داشته باشید که هر کدوم اسکنش انجام میشه، بعد از اون طراحی روش استارت میکنه و انجام میگیره و نهایتاً میره برای میلینگ. این چرخه اسکن، دیزاین و میلینگ رو شما مجموعاً توی یه لابراتوار وقتی دارید این بهتون اون قابلیتی رو میده که بتونید پروتوزه یک روزه رو استارت بزنید و بتونید کاراتون رو به شکل خیلی سریعتر و با تنوع خیلی بیشتر به انجام برسونید. حالا بریم کنار دستگاه و در مورد خود دستگاه میلینگ و اجزایی که داره یه صحبت مفصل تری رو استارت کنیم. بپردازیم به دستگاه. دستگاه میلینگ مشابه هر CNC صنعتی بناست که تراش رو براتون بر اساس یه الگوریتم انجام بده که این الگوریتم رو نرم افزار کم بهش منتقل میکنه. نرم افزار به میلینگ ماشین میگه که تراش رو از کجا شروع کن، با ترتیبی تراش رو پیش ببر، از تراش زب شروع کن، بعد میدیوم، بعد نهتن فاین و نهتن محصول نهایی رو تولید بکن. دستگاه های میلینگ از یه منظر تقسیم میشن به دستگاه این آفیس و دستگاه های لابراتواری. دستگاه این آفیس رو ما معمولاً خب به شکل این آفیس داخل مطب ممکنه بیشتر ببینیم. کاری که برامون انجام میده بیشتر تراش بلاک هاست، بلاک های کوچکی که کار تک دندان رو برامون انجام میده یا بلاک های بزرگتری که ممکنه تا یه بریج 3 یا 4 واحدی رو بتونه برای ما تراشش رو به انجام برسونه. خب حسن بزرگی که میلینگ های این آفیس دارن این که کار رو سریع انجام میدن.
مثلا یه لامینیت رو شما توی سیستم سیرونا با دستگاه این آفیس ممکنه تا یه مدت یه روب از سلترادو بتونید بتراشیدش، اما همون تراش روی دستگاه میلینگ لابراتوری ممکنه تقریبا 40 دقیقه زمان نیاز داشته باشه. اما مزایای زیادی داره دستگاه لابراتوری که باعث میشه تو کارهای حجیم‌تر بیشتر میلتون این باشه برید سراغ کار در واقع تهیه دستگاه میلینگ لابراتوری. اصلی ترین حسن این هست که شما اگر بخواید دیسکای بزرگ رو استفاده بکنید، دیسکایی که بتونید یه کار فول ماوس رو انجام بدید به طور مثال، حتما نیازمند دستگاه لابراتوری هستید. بیام و یه نگاه به داخل دستگاه داشته باشیم، اجزایی که داخلش داریم. ببینید من تو این دستگاه هم میتونم دیسک بلانک در واقع بزرگ رو قرار بدم و هم میتونم کارهای بلاکای تک دندانی رو قرار بدم. برای هر کدوم از این دوتا هولدر جدایی رو داره. من اگر بخوام دیسک رو اینجا قرار بدم، هولدر دیسک رو روی دستگاه قرار میدم، متصل میکنم و بعد دیسکم رو روش میتونم فیکس بکنم. از این دیسک میتونم یه بریج فول رو تراشش رو انجام بدم، حالا از ممکن از زیرکانیون باشه جنس متریال من یا از پی ام ای باشه. اما اگر میخوام به طور مثال 6 تا لامینیت رو تراشش رو انجام بدم، میتونم روی این هولدر قرار بدم به ترتیب روی اسلات های مختلف 6 تا یا حداکثر 8 تا کار رو ممکنه بتونم بچینم و حالا این هولدر رو قرار میدم روی دستگاه و حالا این تراش برای من به شکل مناسب انجام میگیره. این تنوع سرویس کمک میکنه که یه دستگاه میلینگ لابراتواری بتونه متریال‌های خیلی متنوع رو با ابعاد خیلی متنوع براتون به خوبی تراشش رو به انجام برسونه. پس قسمت اصلی هولدر منه. اما بخش دوم که خیلی اهمیت داره برامون اسپیندل موتور هست. اسپیندل موتور موتوریه که فرز رو به گردش در میاره و حالا این فرز میتونه تو جهات مختلف حرکت و جابجایی داشته باشه. ما معمولا میگیم فرزمون میتونه توی سه محور X, Y و Z جابجایی داشته باشه و تراش رو برامون انجام بده. یه نکته اینجا بگم، ما دستگاه ها رو شاید گاهی اوقات شنیدید، مثلا میگیم دستگاه میلینگ سه محوره، چهار محوره یا پنج محوره. ما اینجا یه دستگاه پنج محوره رو داریم، اما دستگاه سه محور چه دستگاهی است؟ دستگاه سه محور دستگاهیه که تو این سیستم شما فرزتون فقط توی سه محور جابجایی داره و ابجکت شما یا اون دیسک شما خب امکان جابجایی و چرخش رو نداره. این باعث میشه که خب شما تراشتون تراش محدودتری باشه به جهت توپوگرافی. اگر ساختاری خود پیچیده تر باشه یا اگر ساختار یه ساختار وسیعه که مثلا یه قوس اسپی بزرگ رو هم روش دارید، قطعا شما اندرکات هایی رو خواهید داشت که دستگاه سه محوره توان ترش رو نداره. دستگاه چهار محوره دستگاهیه که متریال من یا آبجکت من علاوه بر اینکه حالا فرز من تو اون سه جهت قبلی حرکت میکنه، آبجکت من هم میتونه توی یه محور روتیت شه و چرخش داشته باشه. و نهایتاً دستگاه پنج محوره رو داریم که آبجکتمون علاوه بر اینکه توی این محور چرخش و جابجایی داره، تو محور قرینش هم میتونه گردش داشته باشه و در واقع یه فلکسیبیلیتی خیلی کامل رو داره برای اینکه این دیسک تو هر جهتی چرخش و گردش پیدا بکنه و فرز بتونه تراشش رو به انجام برسونه. اسپیندل موتور اون جزء خیلی حیاتی و کریتیکال سیستم میلینگ هست، جزئیه که اگر هم حالا دچار ایراد یا نقصی بشه خیلی ممکنه با چالش مواجه بشید. قدرت اسپیندل موتورها تعیین کننده این هستن که دستگاه شما چه متریال هایی رو میتونه بتراشه. این در نظر داشته باشید، ما اون تراش هایی که به شکل درای انجام میدیم معمولا تراش های سافت هستن، تراش هایی هستن که خیلی دستگاه رو مستلک نمی کنن، خیلی به دستگاه تنش وارد نمی کنن. ولی در مقابل اون تراش های وتمون، یعنی مثلا گلاس سرامیک ها، پی ام ام ای ها یا هارد متال ها، اینا متریال هایی هستن که به شکل وت باید تراششون انجام شه و این تراش وت قطعا نیازمند اسپیندل موتور قوی تر هست. ممکنه به شکل تئوریک این اسپیندل موتور یا این دستگاه میلینگ دستگاهی باشه که بتونه هم ساف متال هم هارد متال هم متریال های دیگر رو تمام تنوعشون رو تراش بده، اما به جهت استهلاک و به جهت در واقع مینتنس ممکنه شما خیلی ایدال نباشه از یه دستگاه مشابه این دستگاه انتظار داشته باشید که به طور مکرر و طولانی بخواد متال تراش بده. اگر شما تو ستینگ کارتون تراش متال یه جزء اصلیه و مثلا
پرمیل اباتمنت رو خیلی پرتعداد میخواید تراش بدید، قطعا باید یه دستگاه میل متال در کنار دستگاهتون قرار بدید. این دستگاه به حالت حد اکثر میتونه استفاده بشه برای تراش مثلا زیرکانیوم ها، فریم ورک هاتون یا زیرکانیوم های مولتی لایرتون، فول آناتومیتون، و یا برای تراش گلاس فرامیکا، برای تراش لامینیت ها. و تو این شکل کار میتونید بدون نگرانی دراز مدت از دستگاهتون کمک بگیرید. در مورد تعویض سیکل وت و درای هم صحبت کردیم، گفتم خدمتتون وقتی ما مثلا داریم با این دستگاه وت میتراشیم، درسته که این دستگاه قابلیت تراش درای رو هم داره، ولی بین این دو تا سیکل معمولا باید فاصله داشته باشیم. این فاصله رو میخوام از این جهت که سیستم داخلی دستگاه خشک شه بعد از تراش وت، و وقتی خشک شد بعد تراش درای رو باید شروع کنید، مگه نه خیلی ممکنه تو کوتاه مدت دچار رسوب بشه لوله های داخلیتون، و این پایپا وقتی دچار گرفتگی میشه باز برای مینتیننس ممکنه بهتون هزینه های اضافه رو تحمیل بکنه. پس دو جزء اصلیمون، یکی هولدر دیسک و بلانکمونه، بخش دوم اسپیندل موتورمونه، و بخش سوم اون بخشیه که نگهدارنده فرز هاست، اون بخشی که من فرز ها رو داخلش قرار میدم و دستگاه بر اساس اون برنامه‌ای که داره به ترتیب فرز ها رو میاد شناسایی میکنه، برشون میداره، تراش انجام میده و دوباره سر جای خودشون قرارشون میده. مثلا برای یه پی ام ای به ترتیب دستگاه از فرز زبر شروع میکنه، بعد میره سراغ فرز مدیوم، بعد حتی میره سراغ فرز سافت. و حالا باز ویدئویی رو در خصوص مراحل مختلف میلینگ حین کار دستگاه میتونید بعد ببینید. این سه جزء اصلی هست که داخل اتاقک و داخل چمبر ماست. اما یه نکته رو من فراموش کردم بگم، اسپیندل موتورها رو بعضی از دستگاه میلینگ اسپیندل موتور شما به شکل برقی کار میکنه، موتور الکتریکی است. تو بعضی از سیستم ها موتورتون موتور ایر درایونه و بناست با جریان هوا کار بکنه. تو این دستگاهی که ایر درایون هستن شما پشت دستگاه یه ورودی هوا رو هم دارید، در واقع کمپرسور هوا باید پشت دستگاه نصب باشه که اون جریان هوا فرز رو به گردش در میاره. معمولا حالا پشت این دستگاه ما تقریبا 7 بار هوا رو نیاز داریم. یه مقدار متفاوت هست با اون شدت هوایی که پشت یونیت هاتون دارید. معمولا پشت یونیت ها فشار هوا رو 4 تا 5 بار ممکنه شما تنظیم بکنید. میلینگتون معمولا فشار بالاتری میخواد. اینی که معمولا همیشه کمپانی توصیهش این هست که برای میلینگ یک کمپرسور جدا رو در نظر بگیرید که بتونه اون شدت هوایی لازم رو تامین بکنه، و حتما هم باید هوای خشک باشه، در واقع باید درایر داشته باشه کمپرسور شما برای دستگاه میلینگ. و جزء آخر که حالا این پایین دارید میبینید ساکشن هست. ساکشن برای دستگاهی هست که تراش درای، تراش ویت رو دارن انجام میدن. اگه شما تراش ویت بخواید قطعا یه محفظه آب رو دارید که اینجا میبینید، محفظه‌ای که با آب مقطر پر میشه و حالا یه ماده لوبریکانت هم بهش اضافه میشه که برای مینتیننس دستگاه کمک کننده است و برای تسهیل تراش. و یه کمپرسور که اون پایین در واقع یه ساکشن که میتونه جریان آب رو به گردش در بیاره و حالا کمک میکنه به این که شما بتونید تراش ویت رو به خوبی به انجام برسونید. این اجزا رو به طور معمول شما رو هر دستگاه میلینگی ممکنه به اشکال مختلف ببینید. و حالا مینتیننس دستگاه خیلی نکته کلیدی هست برای اینکه در دراز مدت بتونید از دستگاه سرویس مناسب رو بگیرید. معمولا یه پروتکل خیلی دقیق رو دارید برای مینتیننس اسپیندل موتور، اون در واقع چاک دستگاه که فرز داخلش قرار میگیره، بقیه قطعات همش خیلی باید با دقت و وسواس مینتیننسش انجام بگیره تا بتونید بدون نگرانی با دستگاه دراز مدت کار بکنید. ما یه نوبت دیگه داریم تا پایان این سری از ویدیوهای دندانپزشکی دیجیتال. امیدوارم تا به حال مفید و فایده بوده باشه برای دوستانی که بینندش بودن. بازم دعوت میکنم اگر ندیدید ویدیوهای قبلی رو یه مرور داشته باشید. اگر مبحث براتون جذاب هست حتما ویدیوهای قبلی رو هم مفید پیدا خواهید کرد. ما جلسه آینده انشالله در خصوص 3D پرینترها، تکنولوژی 3D پرینت و متریال‌های مختلفی که برای منظور استفاده میشه صحبت خواهیم داشت. صحبت امروز رو هم دعوتتون میکنم اگر میخواید به شکل مبسوط‌تر و به شکل جزئی‌تر در موردش اطلاعات کسب بکنید، روی کانال دکتر رضا ملا مبحث لایو میلینگ ماشین ها رو، یه مبحث تقریبا یه ساعت و نیمه میتونید ببینید، فکر میکنم نکات ارزشمند توش براتون پیدا شه. همینطور فایل PDF اسلاید های این مبحث رو هم باز اونجا میتونید دانلود بکنید و اون هم ممکنه بهتون ایده بده.
این جلسه به طور خاص در مورد میلینگ ها صحبت شد و قابلیت هاشون. به اختصار اگر بخوام صحبت بکنم، در مورد متریال های مختلفی که برای منظور استفاده میشه صحبت داشتیم، پرداختیم به نرم افزارهایی که برای مرحله کم ازشون کمک میگیریم و به عنوان واسط هستن بین مرحله CAD و میلینگ ماشین شما، و نهایتا به خود میلینگ ماشین پرداختیم. ورودی هوا، اون اجزایی که داخل چمبر داریم و اجزایی که ممکنه خارج چمبر باشون سرکار داشته باشیم. این نکته رو بگم، توی سیستم میلینگ ما یه ایراد اساسی داریم که باعث میشه خیلی میل پیدا بکنیم بیشتر بریم سراغ کارهای 3D پرینت در دراز مدت. یه دلیل اصلی این هست که ما توی سیستم های میلینگ خیلی اتلاف انرژی داریم، اتلاف منابع داریم. این دیسک رو در نظر بگیرید، من اگر از این دیسک یه PMA بخوام بتراشم، تقریبا بیش از، حالا گفته میشه بیش از 70 تا 80 درصد متریال رو من دارم دور میریزم. از تو دل این من یه PMA فقط میخوام، اما یه دیسک بزرگ رو دارم برای این منظور استفاده میکنم. این اتلاف انرژی یه بخشش اتلاف متریالی که اینجا داره اتفاق میفته، یه بخش بیشترش اتلاف انرژی که روی دستگاه داره اتفاق میفته. شما دستگاهتون بناست از این دیسک حجیم شروع بکنه به تراش تا نهایتاً برسونه به تراش نهاییتون. تا شما بخواید برسید به آفلاین رستوریشنتون یه حجم زیادی باید تراش انجام شده باشه. میخوام بگم حتی فرزهای شما هم بخش بیشتر استهلاکشون استهلاک مازادی هست که فرز طی میکنه و براش اتفاق میفته تا تازه بتونه برسه به آفلاین رستوریشن شما. این اتلاف انرژی و منابع باعث میشه که امروز خیلی از کاربرد ها رو دوست داشته باشیم شیفت بدیم به سمت 3D پرینت، چون تو این سیستم شما لایه لایه دارید کار رو میریزید، رزینتون پرتش خیلی خیلی کمتر از چیزیه که در مورد میلینگ ها داره اتفاق میفته. و خب تنها ایراد الان یه خصوصیت فیزیکی و مکانیکی محصولای نهایی مونه که به واسه استحکام کمترشون هنوز ممکنه خیلی خوب تو همه کاربردها نتونستن جایگزین باشن، اما تکنولوژی ظاهرا این نوید رو داره به ما میده که در آینده نزدیک ما خیلی از متریال هایی که امروز وابسته به میلینگ ماشین هستیم و ممکنه بتونیم با 3D پرینتینگ به انجام برسونیم. گرچه هنوز هم خیلی از اون پتانسیل های وانده دیتیس رو وقتی میخوایم عملی بکنیم وابسته هستیم به میلینگ ماشین و اون فلکسیبیلیتی و انعطاف پذیری که این سیستم داره. یه سیستم یک پارچه خیلی خیلی کار سریع براتون انجام میده و این کمک میکنه که بیمارتون از منافعش سود ببره و خب به طب خود شما هم از این چرخه خیلی خیلی رضایت خواهید داشت. حتما تاکید میکنم حضور یک سیستم کامل لابراتواری توی مطب شما کمک میکنه که کار رو بتونید با کیفیت بهتر، با دقت بیشتر و به شکل سریعتر انجام بدید. و تردید ندارم اگر روی این مجموعه سرمایه گذاری بکنید، نه در خیلی دراز مدت، در میان مدت میتونید به خوبی منافعش رو دریافت بکنید و حتما و حتما از چنین تصمیمی راضی خواهید بود. درود بر شما، خدا نگهدارتون تا جلسه آینده.